یک استاد دانشگاه کابل با موتر نظامی ربوده شد. اعلام موجودیت جبهه نظامی دیگر ضد طالبان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به مهمترین خبرها از این کانال خوش آمدید. تقاضا می‌نمایم تا پایان این ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. در ادامه مشروع خبرها. یک استاد دانشگاه کابل با موتر نظامی ربوده شد. با گزارش سپوتنیک، افراد نزدیک به دکتر احمد فواد پیرزاد تایید کردند که عصر روز گذشته افراد ناشناس او را در موتر رنجر نظامی با خود برده اند. با گفته نزدیکان او، دکتر احمد فواد از مایانه خانه شخصیش در کارته 4 کابل ربوده شده است. این خبر را نزدیکان دکتر فواد در صفحات اجتماعی خود نوشته اند. با گفته آنها، از روز گذشته به این سو از این استاد دانشگاه خبر و اطلاعی در دست نیست. احمد فواد پیرزاد استاد دانشگاه طب کابل است. همچنان اعلام موجودیت جبهه نظامی دیگر ضد طالبان. با گزارش سپوتنیک، به نقل از آنباج نیوز، جبهه آزادی افغانستان در نوار تصویری گفته که زنان این سرزمین از هیچ حقوق اسلامی و انسانی برخوردار نیست. این جبهه از استادگی در برابر طالبان سخن میزند. این در حالی است که گروهی از جوانان در ولایت کابل نیز چند قبل در یک نوار ویدئویی در حمایت از جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود استادگی در برابر طالبان سخن میگویند. پیش از آن یک گروه دیگر جوانان عامیان مسعود در ولایت تخار در شمال شرق افغانستان همچنان حمایت خود را از جبهه مقاومت اعلام کردند. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود در ولایت پنشیر ایجاد شده و بر علیه طالبان میجنگند. این جبهه میگوید که برای آزادی، عدالت و دستیابی به حقوق حساسی تمام مردم افغانستان در برابر طالبان مقاومت میکند. از توجهتان تشکر. برای بهبود مطالب این کانال را سابسکرایب نمایید. تا بسته خبری دیگر، الله مددگارتان. فراموش نکنید این ویدیو را لایک و به دوستانتان نیز به اشتراک بگذارید. به روز کامگار باشید.